نگاهی گذرا به احکام صادر شده در حق شهروندان مختلف عربستانی در دو سال اخیر حاکی از آن است که به رغم اینکه حکومت سعودی تلاش می کند دوران ولی اهدی محمد بن سلمان را دوری آزادتر از گذشته نشان دهد اما واقعیت برعکس این موضوع است در همین حال رسانه های محلی سعودی فاش کردن که یک کاربر فضای مجازی در عربستان به 45 سال زندان محکوم شده است همکارم علی اکبری گزارش می دهد خانوم نور بن سعید قهتانی کاربر فضای مجازی سعودی به خاطر فعالیت در شبکه های اجتماعی توسط دادگاه جنایی ویژه عربستان به 45 سال زندان محکوم شد دادگاه ویژه جنایی عربستان مخالفت خانم قهطانی را در شبکه های اجتماعی با نقض حقوق بشر در عربستان به ویژه پس از سفر اخیر جو بایدن به این کشور از مصادیق برهم زدن نظم عمومی و از دیت با جامعه دانسته است. پیشتر همین دادگاه یک زن دیگر سعودی به نام سلما شهاب را به خاطر دنبال کردن حسابهای های توییتری منتقدان حکومت ریاض به 34 سال زندان و همچنین 34 سال محرومیت از سفر به خارج در پایان دوره زندان محکوم کرد. سلما شهاب دانشجوی دوره دکترای رشته پزشکی در دانشگاه لیدز انگلستان و مادر دو کودک سال است. ماه گذشته عادل جوبیر وزیر امور خارجه سابق عربستان طی گفتگویی به رویترز گفته بود که عربستان زندانی سیاسی ندارد و زندانیان این کشور همگی مرتکب جنایت شدن ماه گذشته عادل جوبیر وزیر امور خارجه سابق عربستان طی گفتگویی به رویترز گفته بود که عربستان زندانی سیاسی ندارد و زندانیان این کشور همگی مرتکب جنایت شدن و به همین خاطر از سوی دادگاه های کشور محکوم و مجازات می شوند. تعریف سلیقه‌ای نوع جرم و جنایت در نظام قضایی تحت کنترل فقه سنی های افراطی وهابی عملا به عاملی برای سرکوب مخالفان و منتقدان تبدیل شده است. رئیس دفتر سازمان دیدبان حقوق بشر در واشنگتن احکام صادر علیه خانم سلما شهاب را به دلیل بیان نظراتش حتی برای کشوری همچون عربستان نوعی هزیان خواند و محکوم کرد گفتنی است خانم سلما شهاب در دادگاه بدوی برای جرایم مشابه به شش سال زندان محکوم شده بود اما دادگاه تجدید نظر این حکم را به 34 سال زندان افزایش داد و علاوه بر آن خانم شهاب را پس از پایان دوره محکومیت زندان به 34 سال ممنوعیت سفر به خارج نیز محکوم کرد علی اکبری اخبار شیه